سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام یکی از ریدینگ های کتاب Vocabulary for IELTS رو با هم دیگه کار بکنیم. بچه کتاب Vocabulary for IELTS رو بیارین، یونیت 7 یعنی یونیت 7 رو بیارین، صفحه 41. پس شد کتاب Vocabulary for IELTS یونیت 7 یعنی یونیت 7 صفحه 41 میخواییم ریدینگش رو کار بکنیم. اگه ریدینگش رو نگاه بکنیم، بالاش نوشته General Training Reading Section 1. یعنی چی؟ یعنی یه ریدینگ جنراله، یعنی کسانی که میخوان آزمون آیلتس جنرال رو شرکت بکنن همچین ریدینگ هایی براشون میاد. گفتیم تفاوت ریدینگ آیلتس اکادمیک با ریدینگ آیلتس جنرال چیه؟ اینکه لیول آف دیفیکلتیشون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی ریدینگ آیلتس جنرال ساده تر از ریدینگ آیلتس آکادمیکه. پس توی این پسیجی که ما الان میخواییم با هم دیگه بخونیم، انتظار داریم که پسیج ساده تری باشه و واقعا پسیج ساده تری هستش و لیول آف دیفیکلتی بالایی نداره. پس کسانی که میخواین آزمون آیلتس جنرال رو شرکت بکنین، این ریدینگ به دردتون میخوره. خب صفحه 41 رو بیارین شروع بکنیم با هم دیگه. ما اینجا میبینیم یه پسیج داده، گفتم وقتی که شما سر آزمون آیلتس نشستی به بخش ریدینگ میرسی، پسیج رو نگاه میکنی، تایتلش رو میخونی. خب اینجا تایتل نداره، فقط اینجا نوشته General Training Reading Section 1، تایتلی نداره. میبینیم چند تا پاراگرافه، پاراگراف A, B, C, D و E، یعنی 5 تا پاراگرافه. خب اول همه گفتیم چیکار میکنیم برای ریدینگ؟ میایم سر سوالات رو میخونیم. نوشته Look at the 5 holiday advertisements A to E. میگه که به تبلیغات هالیدی یعنی تعطیلات، به 5 تا تبلیغات تعطیلات نگاه کنید، A to E. خب for which holiday are the following statements true؟ میگه که برای کدوم یکی از این تعطیلات این استیتمنت ها یا این جملاتی که اینجا نوشته true. Write the correct letter A to E next to questions 1 to 8 and B. بچه این قسمت هایی که توی ریدینگ می نویسه NB خیلی مهمه، حواستون باشه، با دقت بخونیدش. میگه You may use any letter more than once. آها، پس فکر نکنید اگه یه جا فقط پاراگراف A رو براش نوشتین دیگه نمیتونین A رو بنویسین. میگه بیشتر از یک بارم میتونی استفاده بکنید. خب این چه مدل سوالیه؟ گفتیم اول باید نوع سوال رو تشخیص بدیم که بتونیم تکنیک مربوط به اون رو اجرا بکنیم. خب این چه مدل سوالیه؟ ببینید بچه ها، یه سری جمله داده، خب بعد گفته مچ بکنید با پاراگراف ها. خب یعنی برین ببینین این پاراگراف ها، هر کدوم از این جمله ها مربوط به چه پاراگرافیه. به این چی میگیم؟ به این میگیم matching information. matching information چیه؟ یه سری اطلاعات اینجا به ما میده. ببین یه جمله به ما داده، یه سری اطلاعات به ما داده، بعد به ما میگه مربوط به کدوم پاراگرافه. این تکنیکش چیه؟ پس این فهمیدیم نوع سوالش matching informationه. بچه تکنیک ریدینگ آیلتس برای matching information به این صورتی که ما نمیاییم اول سوالاتو بخونیم، فقط میفهمیم که نوع سوال چیه. وقتی که فهمیدیم matching informationه، میریم به دنبال پسج. بچه ها سوالات رو نخونید. پس تکنیک ریدینگ آیلتس برای matching information اینه که بیایم به دنبال پسج. چی کار بکنیم؟ یه پاراگراف یه پاراگراف شروع به اسکیم کردن بکنیم. گفتیم اسکیم کردن یعنی چی؟ اسکیم کردن یعنی به صورت سرعت خیلی بالا پاراگراف رو بخونی و بفهمی این پاراگراف در مورد چی داره صحبت میکنه. پس پاراگراف ها رو اسکیم میکنیم و وقتی مثلا پاراگراف A رو خوندیم، فهمیدیم در مورد چی داره صحبت میکنه، یه گوشه کنارش مینویسیم با چند تا کلمه، با مداد کنارش مینویسیم که در مورد چی داره صحبت میکنه، بعد میریم پاراگراف بعد. پس تکنیک ریدینگ آیلتس برای matching information اینه که بیایم پاراگراف ها رو یه دونه یه دونه بخونیم، کنارش بنویسیم در مورد چی داره صحبت میکنه، بعد بریم با سوالات مچش بکنیم. خب الان ما میخواییم
بخونیم. من اینجا اسکیم نمی کنم، یعنی به صورت سریع نمی خونم. چرا؟ چون من دارم به شما یاد میدم و میخوام ترجمه بکنم. پس شما مثل من نخونید سر جلسه امتحان. شما دیگه باید معنی کلمات رو بلد بشید، به سرعت پاراگراف رو اسکیم بکنید و بفهمید در مورد چیه. خب من پاراگراف A رو میخونم، براتون ترجمه میکنم. چی گفته؟ گفته This summer we have a fabulous range of adventure holidays climbing up mountains or flying off them. یعنی چی؟ اول کلماتش رو بگم. بچه fabulous. نمیدونم این کلمه رو قبلا دیدین یا نه. Fabulous یعنی شگفت‌آور. Fabulous یعنی شگفت‌آور. میگه که this summer، میگه این تابستون ما یک رنجی، یه رنج چی؟ شگفت‌آور. از چی داریم؟ از تعطیلات ماجراجویانه. Adventure holidays یعنی تعطیلات ماجراجویانه. میگه که ما این تابستون یه رنج شگفت‌آوری از تعطیلات ماجراجویانه داریم که شامل چیه؟ climbing up mountains، بالا رفتن از کوهستان، or flying off them، یا پرواز بر فراز اون کوهستان. With our unique all-inclusive formula and budget accommodation we're sure you will not find better value elsewhere. یعنی چی؟ بچه all inclusive یعنی چی؟ اینجا all inclusive یعنی یه چیزی که فراگیره، یه چیزی که عمومیه، یه چیزی که کلیه. پس all inclusive یعنی فراگیر، عمومی، کلی. میگه با فرمول فراگیر و کلی ما، خب و چی؟ و budget accommodation. بچه budget accommodation یعنی مسکن ارزون قیمت. budget accommodation مسکن ارزون قیمت. accommodation یعنی محل اقامت، جایی که اجاره میکنی برای اینکه اقامت داشته باشی. accommodation یعنی محل اقامت. میگه که با اون مسکن ارزون قیمت و اون فرمول کلی منحصر به فرد ما، اون فرمول فراگیر منحصر به فرد ما، ما مطمئنیم که شما جای بهتری رو جای دیگه پیدا نمی کنی. Our holidays are ideal for young people traveling by themselves. یعنی شین میگه که تعطیلات ما ایدئال برای young people، افراد جوانی که سفر می کنن، traveling by themselves، به تنهایی سفر می کنن. بچه traveling by themselves یعنی خودشون سفر می کنن. منظورش اینه که alone، به تنهایی سفر می کنن. از اینجا بچه یعنی because، since، از به این خاطر که there is no single person supplement and the group lessons included are a great way to meet new people. میگه که supplement یعنی مکمل. میگه به این خاطر که هیچ شخص سینگل مکمل دیگری وجود نداره و group lessons یعنی درسای گروهی یه راه خوبن، are a great way، یه راه خوبن برای ملاقات افراد جدید. A minimum age applies to all activities. میگه که حداقل سن برای همه فعالیت‌ها به کار برده میشه. خب بچه این پاراگراف الان در مورد چی صحبت کرد؟ چیزی که به ما گفت، گفتش که ما مسکن ارزون قیمت داریم، ما این تعطیلاتمون ایدئال برای افرادی که به تنهایی سفر میکنن، برای اینکه میتونن افراد جدیدی رو ملاقات بکنن و مینیمم ایج هم اپلای میکنه. پس این پاراگراف اینو به ما گفت. اگه میخواین گوشش بنویسین، اینو بنویسین با چند تا کلمه. اینکه مسکنش ارزون قیمته، برای افراد مجرد یا تنها به درد میخوره، اونایی که تنهایی سفر میکنن چون میتونن افراد جدید هم ملاقات بکنن، و مینیمم ایج هم برای همه فعالیت ها اپلای میشه، یعنی به کار برده میشه. خب این از پاراگراف A. پاراگراف B میگه discover the hidden beauty of a Roman town and its 21st century delights. اول اینکه کلمه delight یعنی لذت بردن. delight یعنی لذت بردن. میگه که hidden beauty یعنی اون زیبایی پنهان. میگه که کشف کنید زیبایی پنهان یه شهر رومی رو. رومن تاون یعنی شهر رومی. میگه کشف کنید زیبایی پنهان یه شهر رومی رو و از قرن 21 لذت ببریم.
میگه از زیبایی پنهان یه شهر رومی و قرن 21 21st century و قرن 21 delights لذت ببرید. Experience a sumptuous countryside welcome of fine food. Sumptuous یعنی چی؟ بچه ها sumptuous یعنی مجلل، گرون. میگه که تجربه کنید یک استقبال مجلل از countryside، یک استقبال مجلل از حومه شهر با غذاهای خوب رو تجربه بکنید. Admire our world class heritage and the stunning scenery that surrounds our town. میگه که تحسین کنید اون میراث سطح جهانی ما رو. World class یعنی سطح جهانی، heritage یعنی میراث، heritage یعنی میراث. میگه تحسین کنید اون میراث سطح جهانی ما رو. And the stunning، stunning یعنی خیره کننده، scenery یعنی منظره. میگه و از منظره خیره کنندهی که شهر ما رو surround یعنی احاطه کرده اینو تجربه بکنید، چیز تحسین بکنید، admire تحسینش بکنید. Enjoy the elegance and excitement of our five star hotel. Elegance یعنی اون زیبایی. میگه لذت ببرید از زیبایی و هیجان. Excitement یعنی هیجان. میگه لذت ببرید از زیبایی و هیجان هتل 5 ستاره ما. We offer exclusive couples only accommodation and you are sure to leave us feeling pampered and relaxed. میگه که ما offer پیشنهاد میدیم exclusive. Exclusive یعنی انحصاری. Couples only یعنی فقط برای زوجها. Accommodation میگه که ما محل اقامت یا مسکن رو فقط برای زوجها به صورت انحصاری پیشنهاد میدیم. پس ببینید بچه ها، این داره میگه ما مجردها رو راه نمیدیم، فقط برای زوجهاست. و and you are sure و شما میتونید مطمئن باشید که اینجا آرامش و ریلکس میکنید، احساس آرامش و ریلکس میکنید. pampered یعنی آرامش. پس این پاراگراف چی داره به ما میگه؟ داره در مورد زیبایی یه شهر رومی میگه، در مورد یه 5 star هتل میگه، یه جای گرون پس داره میگه. 5 star هتل یه جای گرونه دیگه. در مورد یه جای گرون میگه. sumptuous یعنی در مورد یه جای مجلل داره میگه. ببینید در مورد یه چیز گرون داره حرف میزنه و میگه فقط هم couples only، فقط برای زوجها هستش. خب پاراگراف 30 رو بخونیم. میگه که We offer the widest choice of destinations, accommodation and activities throughout the Alps. میگه که ما گسترده ترین، widest یعنی گسترده ترین، ما گسترده ترین انتخاب مقصد، destination مقصد، accommodation محل اقامت and activities فعالیت ها رو پیشنهاد میدیم throughout the Alps در سراسر آلپ. پس میگه ما در سراسر آلپ گسترده ترین انتخاب مقصد و محل اقامت و اکتیویتی یعنی فعالیت ها رو پیشنهاد میدیم، آفر میدیم. We can provide accommodation only or a fully packaged activity holiday including flights and accommodation. میگه ما میتونیم فقط مسکن یا محل اقامت براتون فراهم کنیم، accommodation only، فقط محل اقامت براتون فراهم کنیم، یا یه fully packaged activity، یه پکیج فولی یعنی یه پکیج پر رو بهتون پیشنهاد بدیم که شامل چی میشه؟ شامل فلایت، پرواز میشه و محل اقامت. پس میگه ما هم میتونیم به صورت تنها محل اقامت بهتون بدیم، یا اگه خواستین یه پکیج هم داریم که هم شامل پرواز میشه فلایت و هم شامل اکامودیشن محل اقامت میشه. As a specialist company، به عنوان یه کمپانی، به عنوان یه شرکت متخصص، we craft tailor-made holidays to your exact needs and specifications. میگه ما به عنوان شرکت متخصص tailor-made یعنی سفارشی، بچه ها tailor-made یعنی سفارشی. میگه ما به عنوان شرکت متخصص میتونیم تعطیلات سفارشی براتون بسازیم با توجه به مشخصات و نیازهای دقیق شما. To your exact needs and specifications. Specifications یعنی مشخصات، با توجه به مشخصات و نیازهای دقیق شما. Mountain biking یعنی دوچرخه سواری در کوهستان. Mountain biking, trekking یعنی پیاده روی.
Skiing and snowboarding are just some of the many activities on offer. میگه ماونتن بایکینگ یعنی دوچرخه سواری، ترکینگ پیاده روی، اسکی کردن، اسنوبوردینگ، اینا همشون خیلی از فعالیت هایی که ما پیشنهاد میدیم. We can provide top quality chalets, hotels or apartments and any combination of the above activities. بچه چلی یعنی کلبه ییلاقی. چلی یعنی کلبه ییلاقی. میگه ما میتونیم تهیه کنیم تاپ کوالیتی، یعنی بهترین کیفیت رو، بالاترین کیفیت کلبه ییلاقی رو، هتل ها رو یا آپارتمان ها رو، و یا ترکیبی از همه این فعالیت های بالا. پس هم میتونه به صورت جدا هتل و آپارتمان و کلبه ییلاقی برای تهیه بکنه، و یا هم ترکیبی از همه این فعالیت هایی که این بالا گفت. پس پاراگراف سی در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد سری ورزش های زمستانی صحبت کرد که گفت ما اینا رو پیشنهاد میدیم بهتون. گفت ما یه پکیج سفارشی میتونیم بر اساس نیازهاتون براتون بسازیم. ما بهترین کیفیت هتل و آپارتمان و کلبه ییلاقی رو بهتون میدیم. هم به صورت تنها میتونیم بهتون پیشنهاد بدیم، هم با هم ترکیبی از اینها رو. پس پاراگراف سی هم در این مورد بود. پاراگراف دی میگه This Icelanding Wonderland never ceases to amaze. Icelanding یعنی ایسلندی. Icelanding یعنی ایسلندی. Wonderland یعنی سرزمین عجیب. میگه این سرزمین عجایب ایسلندی never ceases. سیسس یعنی متوقف شدن. never ceases هیچ وقت متوقف نمیشه. تو امیز هیچ وقت این شگفت زدش شگفتیش متوقف نمیشه. میگه این سرزمین عجیب ایسلندی هیچ وقت این شگفتیش متوقف نمیشه. with its diverse scenery. diverse یعنی متنوع، scenery یعنی منظره. میگه با منظره متنوعش. wealth of activities انبوهی از فعالیت ها. wealth اینجا یعنی انبوه. wealth of activities انبوهی از فعالیت ها. and attractions و جاذبه ها. including شامل چی؟ whale watching تماشای وال ها، تماشای نهنگ ها. whale یعنی وال، نهنگ، تماشای نهنگ ها. and the famous blue lagoon. lagoon یعنی تالاب، یعنی بلو لگون یعنی تالاب آبی. میگه و تالاب آبی مشهورش، famous. This destination is not surprisingly addictive. میگه که این مقصد تعجبی نیست که اعتیادآور باشه. This destination is not surprisingly addictive. این مقصد هیچ تعجبی نداره که اعتیادآور باشه. One of the world's last genuine wilderness areas. میگه یکی از آخرین مناطق بیابانی واقعی. جنیون یعنی اصل واقعی. wilderness یعنی بیابان. wilderness یعنی بیابان. میگه یکی از آخرین مناطق بیابانی واقعی. this breathtaking. breathtaking یعنی مهیج. breathtaking مهیج. ice covered landscape. ice covered یعنی یه جایی که با یخ پوشیده شده باشه، با برف و یخ پوشیده شده باشه. میگه این منظره‌ای که با برف پوشیده شده، با یخ پوشیده شده، is more accessible، بیشتر در دسترس، in the summer، در تابستون، than you might think، بیشتر از اون چیزی که ممکنه شما فکرشو بکنید. Forget about hiring a car. میگه فراموش کنید کرایه کردن یا اجاره کردن یه ماشینو. Why not try rafting along a slow moving river؟ میگه رفتینگ یعنی قایق سواری. چرا قایق سواری نمی کنید در امتدادی یه رودخونه که اسلو مووینگ یعنی حرکتش آهسته هستش؟ خب پس پاراگراف دی چی به ما گفت؟ در مورد یه جای خیلی سرزمین عجایبی صحبت کرد که شما ویل واچینگ میتونید داشته باشین، یعنی تماشای نهنگ رو میتونید داشته باشین. یه جایی که خیلی اینقدر زیباست که میتونه اعتیاد آور باشه. بعد گفت بره تیکینگ مهیج آیس کاوره. همه اینا رو در مورد پاراگراف دی میتونین بنویسین. حالا پاراگراف ای میگه This is a captivating holiday destination. captivating یعنی فریبنده. میگه این یه مقصد تعطیلات فریبنده است. There are beautiful beaches. بیچ که یعنی ساحل. میگه ساحل دریا خیلی there are beautiful beaches. ساحل دریا خیلی زیبایی داره. coastal villages روستاهای ساحلی زیبایی داره.
unspoiled coves and bays. بچه ها cove and bay سینونیمن، یعنی خلیج. به خلیج کوچیک میگن cove and bay، هر دوشون سینونیمن، هم cove یعنی خلیج هم bay. unspoiled یعنی بکر، دست نخورده. یه خلیج های کوچیک دست نخورده. clear turquoise waters، ترکویز یعنی رنگ فیروزه‌ای. بچه ها میگه که آبهای فیروزه‌ای خیلی کلیر، شفاف، زلال. breathtaking scenery، مناظر مهیج. mountains that appear to rise out of the sea، میگه که کوهستان‌هایی که به نظر میرسه از دریا بلند شدن. cities that sparkle with life، sparkle یعنی درخشش، میگه شهرهایی که با زندگی میدرخشن. the brilliant sunshine، اون نور خورشید درخشان. brilliant یعنی درخشان. all contributing to a holiday paradise، contributing یعنی کمک میکنه، میگه همشون کمک میکنن به بهشت هالیدی، تعطیلات. there is plenty to see and do، plenty یعنی خیلی زیاد، میگه خیلی چیزای زیادی برای دیدن و انجام دادن وجود داره. and families are particularly well catered for، میگه به طور خاص فامیلی، خانواده ها پذیرایی میشن اینجا. well catered، cater یعنی پذیرایی کردن، well catered یعنی خیلی خوب پذیرایی میشن. پس ببینید بچه‌ها، میگه خانواده ها، families، پس به درد افراد جوان یا مجرد نمیخوره. این نکته این پاراگراف هم هست. families are particularly، به طور خاص خانواده ها خیلی خوب پذیرایی میشن. این هم از پاراگراف ای. حالا بچه ها میریم سر سوالات، سوالات رو میخونیم. پس ببینید تا اینجا فهمیدیم اگر تکنیک های ریدینگ آیلتس رو بلد نباشین، شما نمیتونین ریدینگ آیلتس آکادمیک و ریدینگ آیلتس جنرال رو جواب بدین. پس اول تکنیک ها رو یاد بگیرین، دامن لغاتتون رو افزایش بدین، بعد شروع به تست دادن بکنین. سوال اول رو بخونیم. خب سوال اول میگه که one offers both coast and mountains، میگه که هم کوست و یعنی هم ساحل و هم ماونتنز، کوهستان رو پیشنهاد میده. کدوم یکی از این پاراگراف ها بود که هم ماونتنز و هم کوهستان رو و هم بیچ رو، هم کوست رو پیشنهاد داد؟ خب بچه اگه یادتون باشه اون پاراگراف آخر که خوندیم اینجا نگاه کنید، میگه there are beautiful beaches, coastal village, unspoiled coves and bays, clear turquoise water, breathtaking scenery, mountains that appear to rise out of the sea. پس ببینید بچه ها، هم بیچز رو گفته، هم کوستال ویلیج رو گفته، هم ماونتنز رو گفته. پس یک همون ای میشه، هم offers both coast and mountains، هم کوست رو پیشنهاد داره هم ماونتنز رو، پس یک ای میشه. بچه ها پسیج خیلی ساده ای بود، بهتون گفتم که پسیج های جنرال، ریدینگ آیلتس جنرال، لول آف دیفیکلتی پایینی داره، خیلی ساده تر از ریدینگ آیلتس آکادمیک هستش. پس اولی میشه ای. دومی چی گفته؟ دومی گفته که you can observe sea creatures. creature یعنی موجودات بچه، creatures موجودات. میگه observe یعنی مشاهده کردن، میگه شما میتونید مشاهده کنید موجودات دریایی رو. بچه جایی داشتیم میگفتیم whale watching داشتیم، اونو ببین پیدا کنه. ویل واچینگ کجا بود؟ فقط تنها جایی که در مورد موجودات دریایی حرف زده بود اونجا بود. اینجاست ویل واچینگ، پاراگراف دی بچا. ببینید ویل واچینگ، پس موجودات دریایی تنها جایی که در موردش صحبت کرده بود اینجا بود. پس دو میشه دی، ویل واچینگ دو میشه دی. سه چی میشه؟ سه چی گفته؟ میگه offers self catering facilities، میگه که اون امکانات پذیرایی رو به صورت تکی هم پیشنهاد میده. یادتونه یه جایی میگفت مثلا هم تکی پیشنهاد میدیم، هم به صورت مثلا همه اینا رو پیشنهاد میدیم. این حالا ببینیم کجا بود که میگفت offers self catering facilities، کدومش بود که به صورت تنهایی این امکانات پذیرایی رو پیشنهاد میداد؟ بریم نگاه بکنیم. آها بچه ها، پاراگراف سی رو نگاه بکنید، این قسمتش که نوشته We can provide top quality chalets, hotels or apartments and any combination of the above activities. میگه ما میتونیم همه اینا رو به صورت تکی یا any combination یا هر ترکیبی از اینها رو بهتون پیشنهاد بدیم. پس این میشه دیگه، گفته We can provide، اینجا علامت میزنم براتون، We can provide top quality chalets,
hotels or apartments and any combination of the above activities. پس سومی هم میشه سی بچه ها. خب حالا چهارمی چی بود؟ چهارم میگه good for people traveling alone، میگه که برای افراد خوبه که تنهایی سفر میکنن. بچه یادتون باشه پاراگراف A داشتیم، اینجا گفت که اینجا رو نگاه کنید، our holidays are ideal for young people traveling by themselves. بهتون گفتم اینجا یعنی به تنهایی سفر میکنن، traveling by themselves یعنی به صورت تکی تنهایی سفر میکنن. پس چهارم میشه A. خب بعدی پنج میگه offers winter sports. آها ورزش های زمستونی رو پیشنهاد میده. یه جایی داشتی به سری ورزش زمستونی بود، کجا بود؟ اینجا ببینید، اینجا سی، پاراگراف سی رو نگاه کنید، میگه mountain biking, trekking, skiing and snowboarding. اینجا بچه ها are just some of the many activities on offer. فقط اینجاست که ورزش های زمستونی سپورتس وینتر سپورتس رو پیشنهاد داده. پس پنج هم میشه سی. خب بریم بعدی. شیش میگه suitable for people with young children، میگه مناسبه برای people افرادی با بچه های کوچیک، young children. خب بچه اینجا توی پاراگراف ای ما داشتیم، اینجا رو آخرش رو نگاه بکنید، میگفت there is plenty to see and do and families are particularly well catered for. وقتی میگه families یعنی خانواده ها دیگه، میگه به صورت خاص برای خانواده ها پذیرایی میکنه، برای خانواده ها خوبه. پس برای افرادی که بچه های کوچیک دارن دیگه، خانواده هن، family هن. پس این شیش هم میشه ای. هفت میگه که suitable for people with not much money to spend، برای افرادی مناسبه که پول زیادی برای خرج کردن ندارن. بش اگه یادتون باشه A خیلی در مورد این حرف زد، پاراگراف A، چون اینجا مثلا نگاه کنین گفت with our unique all inclusive formula and budget accommodation، مسکن ارزون قیمت، میگه که با اون فرمولی که ما داریم و مسکن ارزون قیمتی که ما داریم we're sure you will not find better value elsewhere، شما قیمت بهتر دیگه‌ای پیدا نمی کنید. پس این میشه A. خب سوال بعد میگه که offers luxurious accommodation، آهای محل اقامت لکشری شیک رو پیشنهاد میکنه. یه جایی بود که خیلی در مورد شیک بودم صحبت کرد، کجا بود؟ آها اینجا بود، اینجا 5 star hotel B رو نگاه کنید، پاراگراف B رو، اینجا گفت 5 star hotel بود، این sumptuous بود. پس B میشه یه جای محل اقامت خیلی لاکشری رو پیشنهاد داد. پس 8 هم میشه B. سوال 8 هم میشه B. خب بچه ها تموم شد این ویدیو، هم یه تمرین ریدینگ در مورد matching information بود که تا الان نداشتیم، تکنیک ریدینگ آیلتس برای matching information هم بهتون گفتم. بچه ها سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین، ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، پیج اینستاگرام داریم، خیلی پوسته خوبی اونجا میذاریم و یه سری اطلاع رسانی ها رو توی پیج اینستاگرام انجام میدیم. پیج اینستاگرام رو هم لینکش توی دیسکریپشن هست، اون رو هم فالو بکنید. سوالی هم داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین.